چیکار میکنی اینو جون؟ الان من با این ماکارونی و این سس میکس کنیم. دی پاستا؟ Yeah. Oh, it looks nice. Looks nice? Yes. Yes. بچه چه فکری میکنه؟ I like it. سلام رفقای خوب. سلام رفقای خوب. به کانال ما دوتا شلسوس مثل همیشه که میدونید خوش اومدین. خیلی خوش اومدین. آقا ما وسط سفریم. این خونه رفیق ما هستیم که اهل قناست. تا الان غذا ایرانی نخورد. اصلا اولین بار صدای ایرانی منو شنیدم داشتم فارسی حرف می‌زدم. آ چه صدا چه زبان باحالی بودم. بابا کجاشو دیدی؟ حالا غذاشو نخوردی. هیلده خانم می‌خواد امروز بچه‌ها یه ماکارونی ایرانی توپ درست کنه براشون. بله مامان من عاشق ماکارونی هاشه. دوستای منم منم. پس بریم تهیه یه ماکارونی ایرانی خوشمزه رو با یه خانم نروژی مثل هیلده خانم ببینیم برای دوستای غناییمون. تو ادامه ویدیو با ما همراه باشین. بریم بریم. حالا دوستان هیلده رو میبینید اینجا یه خونه خیلی کوچیکه برای رفیقمو. آشپزخونه. چون داره دکتراشو میگیره تو آلمان. آشپزخونه آره. نکنه اینقدیه. آره. اینقدر از اینجا تا اینجا همینم یه گازه. یعنی این گازه. آره. این هم اگه نما کنیم اتاق ها جده که برمیرخ هست ببخشید. ولی به این شکله. برای همینم بند خدا داره 550 یورو میده. شما فکر کن. آره. 18 من پولی. ولی خب. داره دکتراشو میگیره و قراره بره بعد کانادا و از اونور برگرده غنا و تو دانشگاه تدریس کنه. دمش هم گرم. همیشه باید از جاهای کوچیک شروع کنه به جاهای بزرگ رسید. هیلده خانم بریم برای آماده شدن پاستا. خب بله. چیکار داری میکنی؟ یه توضیح بده هیلده جون. آره این پیاز. خب چرا پیاز رو داری خورد میکنی؟ اینو سوخت میکنم. چی میکنی؟ سوخت میکنم. سوخت. چی من نمیدونم. چی میکنی؟ سوخت. چی؟ سوخت. سرخ. سرخ. ماکارونی ایرانی رو کی بهت یاد داد درست کنی؟ تو یاد دادم. دمت گرم. خب پس اول داریم پیاز رو سرخ میکنیم برای چی؟ با گوشت. خب پس برای ادامهش بریم جلوتر. آره. خب هیلده قارچ هم بچه ها اضافه میکنه به داستان چون قرار بود 3 نفر باشیم. آره. ولی یکم تاریکه ولی اشکال نداره از این زاویه هم قشنگه. بیارمش بیرون. آره. ولی یکم آشپزخونه کوچیکه گیر نکنید دو نفری خورد. ولی 5 نفر شدیم. آره. حالا هر 3 نفر دیگه بیان بشیم 5 نفر میزرم. پس یکم قارچ هم بهش اضافه میکنیم. آره برو جلو ببینم چی میکنیم بچه ها امروز تست کنم ببینم نظرشون در مورد غذای ایرانی چیه. بابا آفرین هیلده. الان داری چیکار میکنی؟ الان گوشت رو ریختم اینو سرخ میکنی؟ سرخ میکنی با پیاز؟ با پیاز و غرچ. غرچ 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 خیلی سخته. غرچ. آره با ادویجات ولی یه دونه ادویجات نداشتم. چی اسمش؟ اسمش زرجوبه. آفرین آفرین زرجوبه با غرچ. آره ولی یکم بیشتر رو به گوجه میریزم. خیلی جالب بچه ها چون یه نروژی داره این ماکارونی رو درست میکنه. بله. آفرین. خب هیلده جون الان چی داره قلقل میکنه قرب تو برم من؟ این گوشت و پیاز و قارچ. قارچ؟ قارچ. قارچ ها؟ بله. با گوجه و ادویجات الان دیگه یکم اینجا استراحت کنه خیلی یکم خشکتر. آها پس اینجا ببینم پس این الان باید یکم استراحت کنه که بله یکم خشکتر شه. هیله یه جو 20 دقیقه آشپزی آه عواصل توجه نسیب زبور بود خواه حال آره آشپزی ایرانی رو از کی بیشتر یاد گرفتی توی مدت تو؟ نه میدونم مثلا از من از مامان از یوتیوب و اینا فکر کنم نه اینا آشپز من بیشتر از یوتیوب یاد گرفتم ولی تو خیلی یاد گرفت با من یاد گرفتی. آره حالا غذای ایرانی با نروژی یه تفاوتی داره فرشل چیه؟ ستاشت فرشل لاغه مات منو نوش مات و پرچیس مات چیه برای تو؟ که لانگ تیو بگو دیگه نمیدونم چی بگم پس نروژی بگم من بگم دبریک لانگ تیو کوک میگه نروژی راحت تمام میشه ایرانی خیلی زمان میبره که غل بخوره و خلاصه دوست کسید دیوست تو هایدت یا پاسه نمیدونم پرشیس توی فیکس دن حتی بودن کسید تو آنه اینو کوک سلنگه آره میگه نروژی باید بازیم بغلش بمونی مثلا ایرانی رو باید مثلا همه چی رو بزنی مثلا قرمه سر راست میگه مثلا همه چی رو میزنی 4-5 ساعت مونو بزنی غل بخوره
ولی پاستا اولین باری که ماکارونی ایرانی خوردی خوشت اومده بود ایلده؟ آره خیلی اولین بار خوشت اومد، ولی بار دوم مثلا شما درست کردم خیلی خوشت اومد. عاشق چیز شدی تو، تعدیگش هم خیلی دوست داری. خیلی ما واسه اون تعدیگی داریم، تعدیگم بلدم، ولی امین این یکم سخته. میدونم این تفلون نیست، این قابلمه یکم خاصه. امیدوارم که هیله بتونیم یه تعدیگ خوب معنا کن از توش در بیاریم، به خاطر اینکه تعدیق برای ما ایرانی ها خیلی مهمه. امیدوارم ازت خواهش میکنم شلسوس از این دیگه کنترل ندارم. حالا ببینیم تو چه ماکارونی درست میکنی، مراحل بگیریم، بعدم بچه های رفیق ما بچه های آفریقایی تست کنم ببینیم نظرشون چیه. بریم الان چی کار داری میکنی در این خانوم؟ میدونی چرا میپرسم؟ ببین ما ایرانیم، خب میدونی، ولی چون تو نروژی و داری موبمون میری جلو، جالبه برای بچه های نروژی داری چجوری این درست میکنه. آره تا این آشپزخونه کوچیلو من ولی با عشق با عشق غذا درست کنم. الان آب با نمک و روغن داره غلغل میکنه. خب بعد این بعد از غلغل چی بشه؟ من پاستا میریزم. میریزی توش؟ آره ماکارونی میریزم. چه گوشت خوشمزه، همین الان اینجا بخورم لامصب. الان میخوای ماکارونی بریزی؟ آره. آفرین ماکارونی ها که اصلا نصف نمیکنه. ای و مرسیل بریم واسه یه ادامه یه داستان. هیله جون چی کار داری میکنی الان شما؟ الان من این پاستا این تموم شد، هاپکشش کنم با یکم سس میکس کنم. خب حالا الان یکی دیگه پاکت هاست ماکارونه، چون پنج نفرین. آره خب و اینجا خیلی کوچولو. بله نمیتونه همه اینا درست کنه. نه ولی واقعا با یه امکانات شرایط خوبی عجیبی داری این پاستا رو درست میکنی. فقط تو رو خدا موضوع تعدیق عمل بیاد، اگر نعمت فدست داره چون قابلمه های یکم عجیب بریده. این با تعدیق یکم سخته. این سوسو خوب درست کرده اینا. آره دمت کم. پس بریم ببینیم چه خبره. آره کار میکنی اینو جون؟ الان ما با این ماکارونی و این سوس میکس کنیم. آها یه لایه میزی؟ آره یه لایه سوس. بعد بابا تو خیلی خوب درست میکنی اینه. مرسی قربان شما. چکریم برو جلو جانا قربان. همینجوری برو جلو. اینه الان چی کار داری میکنی؟ این که توش ماکارونیه. این چیه الان؟ آب و یکم آب و روغن. خب و یه ته دیگه هم نون میذاری؟ آره چون من ترسیدم. چرا ترسیدی جون؟ من چی ترسیدی؟ که خوب نمیشه اگه این سوخت، اگه این سوخت میشه. آره اشکال نداره، اشکال نداره که این طعمش رو ماکارونی نمیاد. آره خب باشه میذاریش ته این دیگه. آره ولی خدای امیدوارم هیله این تعدیگش بشه بزنیم به بدن حالش رو بریم هیله جون. امیدوارم، یعنی واقعا دوست دارم این تعدیگو توی هوای بارونی شلسوس بزنم. به امید خدا دست درنه کنه بابا. هیله خانوم بله ببخشید پشت ما یکم بهم ریخته است. آره دیگه خونه دوست اون هستیم، کوچیکم هست و بهم ریخته. خب کارا رو انجام دادی رفت بمونه واسه اینکه چه بذاری دم بکشه دیگه، یه ساعت مونده اونو بیان فکر کنم یه ساعت 45 دقیقه. به نظر تو اینا خوششون میاد این ماکارونی ایرانی؟ کی خوشش نیومد؟ یعنی پس اینا هم فکر این که خوشت نیومد من هیچی نمیگم. واقعا من خیلی دوست دارم ماکارونی ایرانی خیلی بالا. ببینیم اینا خانم تو چیکار کردی مثل یک خانم نروژی که داره غذای ایرانی رو درست میکنه. آشپزخونه من نیست، من بله. چی ندارم دقیقاً. میدونی که بچه‌ها خانم ها روی آشپزخونهشون خیلی حساسن ها. یه چیز اصلا واقعا نمیدونم چرا اینجوری، ولی خانم ها روی آشپزخونهشون خیلی حساسن. ولی من میدونم تو کارت درست در میاد. بریم ببینیم دیگه بچه ها چجوری اینو تست میکنن چی میگن. هیله جون چه خبره؟ یه بوهای خوبی میاد شلسوس. به 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 چه ماکارونی ایرانی درست کردی. هیله نمیخواد بپرس چی شد؟ به خاطر من دیگه دو تا کاسه داشتم. هیله چه اتفاق افتاد؟ دو تا کاسه شد یه کاسه شد؟ تعدیق دیگه سوخت شد، من میدونستم به خاطر آره. این من یه چیز یه نون نون زیرش گذاشتی؟ آره که پاستا سوخت اومد. آره که پاستا دیگه نسوزه. حالا دلیلش همینه دوستان. آره این سبک
اینا نه تفلونه و یه جنس عجیبه دیگه، یعنی اصلا روش تعدیق دیگه، شما ایرانی ها میدونه دیگه، تعدیق تفلون میخواد یه دیگه درست حسابی. این دیگه واسه تعدیق طراحی نشده. آره من فکر کنم خیلی خوشمزه است. آره بابا شما تست کردی؟ عالیه مزهش. خود ماکارونی عالیه. تعدیق حالا سخونم به خاطر این دیگه برای ایرانی ها طراحی نشده لامصب. واسه اروپایی غذای 5 دقیقه‌ای. ببخشید. ولی اون نونو گذاشتی کار خوبی کردی به خاطر که پاستای نسوخت. چون میدونستی چون تو دیگه ایرانی میدونی دیگه. حالا ما منتظریم این شده سوسا بیان، بچه‌های آفریقایی تبارن. یه مقدار مثل خودمون فکر کنم آن تایم نیست. آن تایم نیست. ولی میان الان میاد. الان قرار 8 بیان الان نیو رو بنوه. غذای شله سوس ما آماده شده هیله. قطار دیر میاد. نه. قطار کنسل شد. قطار کنسل شد. دیگه 9:20 دقیقه میان تازه. آخه گشنگی میمیرم. باید برم بالای اون ماکارونی فقط بو بکشم فعلا سیرشم. آره. پریز اینو برگردی دو میگی آه چه چیز بار پریز نایس اسپر آن بان تنکیر دو مات نینا نینا چی تینک اباوت دو فود دو پاستا یه او ایت لکس لکس نایس یس شلوسوس انگلیسی هم بلد نیست آقا بریم مزه کنیم ببینیم پریز چه فعلا درگیر دیدن این غذا بچه ها الان پرینس گفت غنا هم تعدیق داره با برنج چه جالب بود ما داریم تن این رو با پرینس و بچه ها ببینیم که یه جایی هست و این نشستن با حاله و این ماکارونی رو برای اولین بار بزنیم با بچه ها نظرشون بپرسیم هایده واو نایس پلیس تعدیق هم در آوردی لخانی ها دمت گم این آشپزخونه تن و سالن بود بعد با پله میای بالا چه؟ نمای بالی داره اینجا میشه رفیم بالا حالا بعد شام برم ایسه هیله الان این پاستای شما رو بچه ها میخوان تست کنن برای اولین بار این پاستای ایرانی رو نادیا پرینس الیسا لیسا 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 اوکی سوری لیسا ببینیم که بچه های واقعا خوب درست کردی هیله آره تعدیقم درست تعدیقم یاره یه تعدیق شلسوسی به هر حال اومد بیرون ازش که الان نادیا اول میخوره نادیا فرست I have to add all the crunchy okay. onion you can use your hands to eat the crunchy too oh yeah why not yeah you actually do that این نمیگه حالا میخواه اگه با دست بخور آره ببینیم بچه ها چه فکری میکنن Lucia, you like it? خیلی دوست داشت حالا ببینیم پرینس چی میگه sorry I'm using my hand no feel free we also do that نادیا که دوست داشت آفرین پرچم رو بالا بردی مرسی I like the crunchy with the onion and the prince? noodles yeah mm-hmm. who else have tried it oh molto Good? Good? Very, very, very. Thank you. Okay, okay. Where are we coming to? Let's not take you. Now we're coming to Persia. یه دوست داری واسه خیلی حال کردن سپر دم اینه دم هار تعدیق پسید لام گفتم بپرسی بینید تعدیق دارن تو کشورشون yes. If I eat and I am quiet, that's a good sign. اگه من میخورم که حرف نمیزنم ایس خیلی خوبه اوه نادیا میگه من وقتی میخورم سکوت میکنم یعنی دیگه خیلی غذا خوبه پرینس هم میگه تو غنا ما تعدیق داریم پس چه جالب امیدوارم که لذت ببرن و خیلی هم حال کردن اینجوری که میگن دیگه Thank you so much Thank you Thank you Enjoy Then smoke it to them need Then you smoke them humble and smoke it. Yeah, don't know that. Eh? Eh? Yani, this one had a different taste for them. This one was very new. It was very new. Yes, it was very new. It was very nice. Like those 3 pushkab, Nadia, 3 pushkab and Prince. Yes, we had a lot. Yes. Bye. Damn, it's not young. Who is my husband?
کارش هم درست بود. دیگه نمیتونستم بیشتر فیلم بگیرم. بوده بودم. مثلا اگه هموطن بودن اینا رو بجودم. بچه زوی هست دیگه. دارن غذا رو بخواهی بپرسی فلانه برو تو دهنشون. نمیشد. خیلی خوردن. ولی خیلی خوشت اومد. حال کردن. آره. سه تا بشقاب خوردن. آره. خیلی حال کردن. از خودم بریم ایران دیگه غذا بخوریم. آره. الان برم آخرون صحبت میکنم. دوست داره برو ایران. اینا میان بیرون ما رو نزنن. آره. خب. امیدوارم که از این ولاگ آشپزی ماکارونی درست کردن هیلدهم خوشت اومده باشه. هیلده دمت گرم، مرسی. خواهش میکنم. خیلی پرچم آوردی بالا. درست به نروژی ولی خب غذای ایرانی درست کردی. آره. امیدوارم از این ولاگ خوشت اومده باشه بچه‌ها. و تا ولاگ بعدی خدافظ. خدافظ. چاکریم. نمیتونم داد بزنم.